ماجرای گفتگوی جالب حضرت عیسی علیه السلام با یکی از مردگان. در کتاب معانی الاخبار جریان گفتگوی حضرت عیسی علیه السلام با یکی از مردگان درباره عاقبت کسانی که محبت بیش از اندازه به دنیا دارند و طاغوت را می‌پرستیدند آمده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. در ادامه این روایت آمده است، عیسی ابن مریم علیه السلام با جمعی از یاران خود از قریه‌ای گذر می کردند که در آنجا عده‌ای دست جمعی در راه‌ها و خانه‌های خود مرده بودند. حضرت به یاران خود فرمود اینها با عذاب الهی این گونه مردند، وگرنه باید دفن می شدند. یکی از اصحاب عرض کرد دوست داریم ماجرای آنها را بدانیم. مسیح علیه السلام خطاب به مردگان فرمود ای اهل قریه. یکی از آنان جواب داد لبیک یا روح الله. فرمود قصه شما چه بوده است که این گونه مرده اید؟ جواب داد ما صبح در سلامت بودیم و شب خود را در حاویه دیدیم. حضرت سوال کرد حاویه چیست؟ عرض کرد دریاهای از جهنم که در آن کوههای از آتش وجود دارد. حضرت پرسید چه شد که این گونه عذاب شده اید؟ عرض کرد محبت به دنیا داشتیم و طاغوت را می پرستیدیم. فرمودند در چه حدی به دنیا محبت داشتید؟ عرض کرد به همان اندازه که کودک مادرش را دوست دارد. وقتی مادر را می بیند شادمان می شود و وقتی مادر از نزد او می رود اندوهگین می گردد. سوال کردند عبادت شما برای طاغوت در چه حدی بود؟ عرض کرد هر دستوری می دادند اطاعت می کردیم. عیسی علیه السلام فرمود چرا فقط تو از بین همه آنها به من جواب دادی؟ پاسخ داد زیر آنها به لجام‌هایی از آتش بسته شدند و ملائکه غلاظ و شداد بر آنها گمارده شدند، اما من در بین آنها بودم ولی همه رفتارهای آنان را انجام نمی دادم. زمانی که عذاب فرا رسید مرا هم در بر گرفت و در حال حاضر کنار جهنم معلق هستم و همواره می ترسم که در آن بیافتم. سپس مسیح علیه السلام فرمود پس خواب در جای نامناسب و خوردن نان جو که با سلامت دین همراه باشد بیشترین خوبی است. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام نیز در این باره می فرمایند از دنیا یعنی محبت دنیا بپرهیز که هم دشمن دوستان خدا و هم دشمن دشمنان خداست، زیرا دوستان خدا را غمناک می کند و دشمنان او را فریب می دهد. دنیا سرایی است بس فریبنده و مکار، هر روز همبستری برمیگزیند و هر شبی خانواده ای را به قتل میرساند. او هر ساعت و هر لحظه ای جمعی را از هم متفرق میکند. سه گناه مهمی که کیفرشان در همین دنیا به انسان میرسد. یکی از ضروریات دین نیکی به پدر مادر و اطاعت آنان و نیازردن ایشان است که قرآن کریم در چندین آیه پس از امر به پرستش پروردگار و شریک قرار ندادن برای او امر به احسان به پدر و مادر فرموده است و اهمیت و ارزش نیکی بر پدر و مادر بر کسی پوشیده نیست. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند بین اوقاتی که موسی علیه السلام با پروردگارش مناجات میکرد ناگهان مردی را زیر سایه عرش خدا دید و گفت پروردگارا این کسی که عرش تو بر او سایه افکنده است کیست؟ وحی آمد ای موسی این جوان نیکی کننده و اطاعت کننده از پدر و مادرش میباشد و به سخنچینی نمیرود. این دو خصلت باعث شده است که عرش خدا بر او سایه بیندازد.
همچنین در روضة الواعظین رسول خدا می‌فرمایند خوشنودی خدا با خوشنودی پدر و مادر است و خشم خدا با خشم پدر و مادر است و نیز می‌فرمایند نیست فرزندی نیکو و مطیع که به نظر رحمت و مهربانی بر پدر و مادر بنگرد مگر برای او به هر نگاهی پاداش حج پذیرفته می‌شود. در حدیثی بسیار تکان دهنده و در این حال پندآموز از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که فرمودند سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می‌رسد و به آخرت نمی‌رسد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران. به همان اندازه که خداوند برای آزار و اذیت پدر و مادر عقوبت و کیفر قرار داده، برای خوشحال کردن آنان نیز بهره‌های معنوی فراوانی قرار داده است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر دوست داری خداوند بر عمرت بیفزاید، پدر و مادرت را خوشحال کن. همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره جایگاه نگاه محبت‌آمیز فرزند به پدر و مادرش می‌فرماید نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است. امام صادق علیه السلام نیز با بیان توصیه‌هایی درباره فروتنی کردن در مقابل پدر و مادر فرمودند نگاهت را جز اثر مهر و دلسوزی با آنان خیره مکن و صدایت را از صدای آنان بلندتر مگردان و روی دست آنها نیز بلند نشو و خود را از آنان جلو مینداز. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.